درود، درود فراوان، درودی دیگر. 31 برنامه دمی با شاهنامه، همدمی با شاهنامه رو با هم دیگه پی میگیریم. برنامه که درباره فرهنگ پشتی ایران، سرزمین های پشتی ایران است که از دیدگاه این برنامه میان ایران، افغان، تاجیک هیچ توفیری نیست، فرق و دیگرگونی نیست. مردمان پشتی ایرانن، مردمانی که در اران هستن که امروز به نادرست بهشون آذربایجان شمالی میگوین یا ایران شمالی میگوین یا آذربایجان جمهوری آذربایجان، هرچون اران است، قفقاز است. و این برنامه درباره این مردمان گفتگو میکند با شما، درباره فرهنگ همگون و همسانشون. در این برنامه ما پی میگیریم داستان فریدون رو. چند پرسش شده که کوشش میکنم یکیشون رو دست کم پاسخ بدم. درباره خانواده های افغانی که در ایران آسیب دیدن، به ویژه در یزد، بسیار آزرمگین بود، بسیار نگران کننده است که مردمان در کشور و پشتی خودشون، ایران پشتی همه مردمان پشتی ایرانه، با خب مرزهای سیاسی کشیدن بینشون، این مرزهای سیاسی برداشته می شود یک روزی و در برابر فرهنگ مرزی نیست. من بسیار آزرمگین شدم، شرمنده شدم از این کارها. کوشش بکنم در این برنامه، اگر نه در برنامه روزی شنبه، یک سرودی یا که یک هم میهن فرهنگی افغان سروده بخوانم و از همه مردمان ایران خواهش میکنم که در این زمینه به یاری اونها بیایم. امروز روز پنجشنبه هست، 15 تیر ماه هست و رشن و کیوان شید برابر است با روز 5 جون یا جولای ببخشید و یا ژوئیه. در این برنامه دو پرسش که به من شده، یکشون رو در دنبالی برنامه پاسخ میدن. یکی با من روی اسکایپ بانوی جوانی برای من نوشت که فلانی تاریخ به چه درد میخوره. من امروز تو خود این برنامه پاسخ میدم، یعنی خود این برنامه پاسخ ایشون هست. من دو نگاه میکنم در دو هنگامی تاریخی با شاید 150-200 سال پس و پیش که ایشون ببینن که تاریخ یعنی چی و برابری میکنن با کارهایی که امروز میشه و در سال 57 شد. در اون باره با شما گفتگو میکنم. آگهی داریم از انجمن بنیاد فرهنگ ایران در گوتنبرگ سوئد که برنامه 18 تیر برگزار بکنه، کوشش میکنم اونم براتون بخونم و بیپردازیم در آغاز برنامه به برنامه شاهنامه. در برنامه گذشته گفتیم که فریدون رفت، ضحاک رو در بند کشید، دختران جمشید جم رو رهایی بخشید، آورد و هنگامی که آورد نخست سر و تنشون رو شست، پس از اون اندیشه هاشون رو از آنچه که ناپسند بود دور ساخت. چون پیش از اون گفته بودیم که اون اندیشه هاشون رو آلوده کرده بود، اندیشه هاشون از اونجا دور ساخت، به اندیشه نیک برشون گردون. ضحاک رو باید دید درگیر شدن و به هر روز ضحاک به بند فریدون افتاد. فریدون با گرزی گاف سر زد و کلاه خود اونو ترگش رو داغون کرد و دستگیرش کرد و برد به البرزکو در بندش کرد، چگونگیش رو در برنامه گذشته گفتیم. اینک برنامه امروزمون، یعنی من یکی دو سرود از اونجا میخونم. فرو بست دستش بدان کوه باز، بدان تا بماند به سختی دراز، بماند او بدین گونه آویخته و زو خون دل بر زمین ریخته. یعنی خون دل میخورد، اون کسی که اون همه خون دل به مردم داده بود خون دل میریخت. این مرجعها که باید بدونن که هرچه از دهنشون، از کارشون، کنششون بر بیاد، یک روزی پشیمان میشن و خون دل میخورن که نمیشود. آنهایی که در یک جای نشستن، جایگاه فرهنگی هستن، هنری هستن، فرمان روایی هستن، اینها باید بدونن. در اینجا در آغاز این داستان ببینیم فردوسی چه پندی میده. فردوسی هنگامی که پند میده، پنداش سواس از آنچه که در داستان ها آمده است. میگه بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. دوباره میخونم، بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن ماند از تو همی یادگار. دوستانی که در رادیو تلویزیون ها میشنن،
یا در جایگاه های سخنرانی و به ناروا سخن میگویند، نه با دوست که با دشمن، بر دشمن ناروا میگویند. بگذاریم به پهلوانان یک تاریخ، به مردانی که آتش نگشودند بر مردم و به دام کسانی نادان و یا به دست بیگانه آویخته یا خودفروخته افتادند و کشته شدند در بیدادگاه ها. نارواست. همان دنج و دینار و کاخ بلند که امروز به ما پول میدن، به شما پول میدن، به اونا پول میدن، نه، اینا نمیمونه، نخواهد بودن. مرد تو را سودمند، سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خای خار مایه مدار. سخن ماست یا سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار. فریدون فرخ فرشته نبود، فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. فریدون به کاری که کردی زدی، نخستین جهان را بشست از بدی، یا نخستین جهان را بشست از بدی. این بخشیه که فردوسی به ما پند میده. یعنی همواره فردوسی زینهاردانی کرده، همه ی آنچه که آمده است از داستانهای پیشینه فردوسی با هنرش و تواناییش سرودینش کرده که پیش از این گفتیم. اینه که میگه که کار بد نکنیم، جهان را با نیکی سپری بکنیم. اسپورین یعنی سپری بکنیم اینجا، گرچه میتواند سپردن به دیگران هم باشه، منتها سپری کردنه در این ویژه گفته. اگر نه بسپاری میتونه سپردن به کسای دیگه هم باشه، در اینجا میشه سپری کردن، با نیکی سپریش کنه. خب بعد برمیگرده به اون پرده فریدون که چرا فریدون نگرفت. یکی پیشتر بند زهاک بود که بیدادگر بود و ناپاک بود. این فریدون کار ایزدی کرد، کار ستوده کرد. گفتیم ایزد از یسته میاد، یعنی ستوده شده، اسم مفعوله. یکی پیشتر بند زهاک بود، جهان در بند زهاک بود که بیدادگر بود و بی ناپاک بود. دوم یا دو دیگر، دوم به ایران، دومن به ایرانی میشه دو دیگر. یکی، دو دیگر، سه دیگر یا دو سه. دو دیگر که کین پدر بازخواست، جهان ویژه برخیشتن کرده را. سه دیگر که گیتی زنا و بخردان، به پالود و بستد ز دست بدان. ببین این سنگیزی که برای فریدون برمی شماره، یکی اینکه خب این آدم ناپاک بوده و بیدادگر بوده و بیداد رو باید در جهان برانداخت. در فرهنگ ما فرهنگ یورشی نیستیم. در داستان‌های شاهنامه هم می‌بینیم که یورش نمی‌بریم، ما ایستادگی می‌کنیم. در هفته‌های پیشین گفتم که آرش چه کار کرد، در برنامه تیرگان گفتم که اومدن ایران، که ایران گرفتن، ایران رفت پدافند کنه، از خودش گیر افتاد در اونجا و اومد چه کرد. جاهای دیگه هم براتون در آینده میبینیم، همش بر ایران یورش آورده. و این آن چه هست که در فرهنگ ما هست، یعنی ما مردم یورشگر نباید باشیم. اگر یورش برمان آوردن، پدافند کنیم با استواری، با توانایی، همچنان که دلاوران ما در جنگ ایران و عراق کردن و برای کشور کردن. یکی بیشتر بند زهاب بود که بیدادگر بود و ناپاک بود. دو دیگر که کین پدر بازخواست، بله پدرش هم کشته بود، جهان ویژه برخیشتن کرده راست. چون اون پدرم کسی بود که باید دنباری سامانی پادشاهی ایران رو میگرفت و ایران رو سرپا نگه میداشت، کشته بود و اون ستم و جور و کاری که بر اون کرده بود بر همه مردم ایران کرده. سه دیگر که گیتی زنا بخردان، بپالود و بستد ز دست بدان. این ویژگی ترین کار شاهنامه است که همواره میپردازه به خرد. در هیچ کتاب دیگر ایرانی به خرد به این اندازه نمیپردازه. خرد همونه که ما میبیشتبیم میگن عقل. عقل همون خرده. عقل و خرد دوتا چیز نیست. شنیدم در جاهای اینها رو دوگونه معنی کردن. نه، یا عقل یا خرد، یا عربی یا فارسی، یا پارسی بگیم یا عربی تازی بگیم. خب اینک داره با جهان گفتگو میکنه، یعنی با روزگار گفتگو میکنه. جهانا چه بدمهر و بدگوهری که خود پرورانی یا خود بشکری. بشکری یعنی شکار کنی. نگه کن کجا، کجا یعنی که نگه کن کجا آفریدون گرد، که از پیر زهاک شاهی ببرد. ببود در جهان 500 سال شاه، با آخر شد و ماند از او جا.
جامان زو جایگاه. میگه این رفتمون برفت و جهان را جهان دیگری را سپرد، بجز حسد از ده چیزی نبرد. چون این نیم یک سر که و مه همه، کوچکتر و بزرگر تو خواهی شبان باش و خواهی رمه. پس این هم باز پندی میده که در این جهان همه اینها میره، هرچه در دستمون هست میره، خودمونم رفتنی هستیم. هنگامی که فریدون و فرخ رفت و نمان با همه ی نیکی هایی که به جهان میکرد، ما هم خواهیم رفت. پس یادمان باشد که نیکی بکنیم، جهان را به بد نسپاریم و چنینیم مانند فریدون و مانند ضحاکی. هر کی در هر جا میخواد بشینه، دهن ضحاکی باشه، گفتار ناسزا بگه، گفتار ناروا بگه، ضحاکی میشه. چنینیم یک سر که اومه همه، تو خواهی شبان باش و خواهی رمه. پس اینم باز یه پند دیگه میده و میپردازه به پادشاهی فریدون، که فریدون در مهر ماه اومد، تاج بر سر گذاشت و جشنی برپا کرد و 500 سال هم پادشاهی کرد. یادم باشه در داستان ضحاک ما گفتیم که 1000 سال یک روز کمتر، و فریدون میگیم 500 سال، درست 500 سال. این برخوردهاییه که شاهنامه خردمندانه میکنه، میگوید که اگر که ضحاکی بیاید، کار ضحاکی باشه و دو برابر کار فریدون باشه، یا جمشیدی که 700 سال موند و آن همه کار کرد و 300 سال جهان آلودگی و بیماری نداشت، اگر مانند این دوتا باشه، پادشاهیش دورش زیاد باشه و حتی از اینا بیشتر دو برابر فریدون باشه، با این روی میرود و نام میماند و ضحاک آنچه مانده بود که به هزار نرسید، که اون هزاری که پر میکنه مانند 500 یه پر کردنیه، میگه به هزار نمیرسه و بدنام میشه. کسانی که ناسزاگوان بدنام میشن، پاسخی ندارن، اینا خودشون بدنام میشن. اینها که اومه میرن، چنینیم ما هممون که اومه سخنگو و آرام، اینها میروند. و اگر فریدون 500 سال و ضحاک 1000 سال، میبینید فریدون نامش در جهان میماند و ضحاک بدنامیش در جهان میماند. فریدون چه شد بر جهان کامکار، ندانست جز خیشتن شهریار. در جاهای اومده فریدون چه شد بر جهان کامکار، بدوشاد شد گردش روزگار. چو بر تخت شاهی نشست استوار، ندانست جز خیشتن شهریار. به رسم کیانی، به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشاهی. این نگاهی که میکنه نگاه فرهنگی، تنها سخن از پادشاهی نیست، در همه جا در فرهنگ ما از زیبایی سخن به میان میاد. میبینیم که از زن که بیاد میگه زیباروی، زیبا چهره، سر بالا، همواره زیباست. در پادشاهی به همون گونه، در باغ و داشتم که میگه از زیبایی میگه، این هم که میگه همش این نیست. چرا میخواد که این نیست که بخواد پوز بدهد یا پادشاهی اینجور است آنجا، نه، میخواد بگه که آیین هایی که هست، رسم هایی که هست به خوبی برگزار میشه. آیین پادشاهی هم به همونه که از دیرباز در ایران آیین پادشاهی آیین خجسته بوده، از شهریاری آرزو شده میاد، از همون که شهریور میاد خشترا میاد، و این شهریاری آرزو شده است که بیاییم به یاری مردم، شهریار یار مردم و شهر بشویم. این استش به رسم کیان تاج و تخت مهی، بیاراست با کاخ شاهنشاهی. به روز چه روزی بود که گفتم در جشن مهرگان، اینو براتون میگم، به روز خجسته سر مهرما، به سر بر نهادان کیانی کلا. زمان بیاندوه گشت از بلی، گرفتند هر کس ره ایزدی. در هنگامی فریدونم، هنگامی که میاد، پیش از اینم یادآوری شد، سخن از نیکی و نیکوکاری بود. پس جهان از بدی پاک شد و هر کسی راه ستوده و ستوده شده در پیش گرفت. ایزدی ستوده شده، کار ایزدی خداییم که میگن یعنی ستودگی. دل از داوری ها بپرداختن و آیین یکی جشن نو ساختن. این داوری همون پیش داوری هاست، یعنی انسان در برابر هم دیگه داوری نمی کنه، گناه ها رو می بخشه. پیش از این گفتیم که در برنامه پیشین یادآور شدیم که اگر که فرمان کوروش رو می بینیم، بی پیشینه نیست در تاریخ و فرهنگ ایران. در دوری فریدون درست به همان گونه که کوروش بزرگ در 539 پیش از میلاد وارد بابل شد و دستور داد که کسی را نیازارن، به مردم آزار نرسونن، مال کسی را نگیرن، درست همین فرمان رو فریدون داد. پس این
برنامه‌ها از تاریخ ایران پیشینه داره. این نیست که بگوییم که این رو ساختن اون رو پرداختن، نه، اون رو ساختن اینو چه، این همه پیشینه داره و برمیگرده به آرمان‌ها و آرزوهای ایرانیان در فرهنگشون. یادمون باشه هنوز زرتشت نیومده، این تازه به زرتشت نمیاد. زرتشت هم یک آیینی هست، آیین زرتشتی یک آیینیه، آیین یعنی روش، مانند پوشیدن خوردن و آنیش آیین باوریه. اون آیین از این فرهنگ ساخته و پرداخته میشه. این نیست که فریدون از زرتشت یاد گرفته باشه، نه، فریدون از پیشینیانش بهره گرفته. تازه دغدغه مادرش بود که اینها رو گرفته، که هنگامی که بهش برسیم در این باره به خوبی گفتگو خواهیم کرد. به گستردگی دل از داوری ها بپرداختن، به آیین یکی جشن نو ساختن. به آیین یعنی روش خوب جشن نو ساختن یا به آیین کهن. نشستن فرزانگان شاد کام، گرفتن هر یک ز یاقوت جام. یادتون باشه ایرانی فرهنگش شادخاره، همباره اون ریزکاریای فردوسی اون بوده که اونجایی که همش گفتن باده حرام است، که دکتر جعفری میگفت میگه حرم الخمر، یعنی اینکه حرمت بذار نه کارش نکن. اینها میگفت که اینا به شادکامی نشستن و یا جام یاقوتی رویا گرفتن، یاقوت که همون یاقوت جام گرفتن، یعنی می یاقوت فام یاقوت رنگ گرفتن. همواره چون اونجا حرام گفتن هست و نباید نوشید، در همه داستان ها در همه جشن ها باده گساری هست که به مردم بگه یادتون نره اون رسم کیانی، پادشاهی، زیبایی، بادگساری، جشن، پایفشانی و دستفشانی و پایکوبی، اینها همه در کنار. این ریزکاری های شاهنامه است. نشستند فرزانگان شاد کام، گرفتند هر یک زیاغوت جام. می روشن و چهره شاه نو، جهان گشت روشن سر ماه نو. بفرمود تا آتش افروختن، همه انبر و زعفران سوختن. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسایی و خوردن آیین اوست. کنون یادگار است از او ماه مهر، بکوش و برنج ایچ من مای چهر. میگه به شادی بکوش و به رنج میدان نده. و اینجا گفته ایچ نه هیچ. یادتون باشه یک سری از گویش های ما هرو نمیگن، که اینو ما در یه سری واژه ها گفته میشه در بلوچی داریم، در لوری به گونه دیگه میگن و داریم در افغانستان. برای نمونه در بابو در کابل میبینیم که اونا هستیو میگن استی، هیچو میگن ایچ. این استش که اگر به ایچ من مای چهره در اونجا اشتباه نکنید. یک چیز دیگه که خواستم بگم، اینها رو گاهی به رو میچسبونن به نوشته ها. به آیین و به آیین نمیچسبه، به رنج نمیچسبه. اگه نه مردم میتونن بخوننش برنج، این برنجه. بروی ورا بود جهان سالیان 500، نیفکند یک روز بنیاد بد. جهان چون برو بر نماندی پسر، تو نیز آز مپست و انده مخر. نماند چون این دان جهان بر کسی، در او شادمانی نبینی بسی. خب اینا اینجاست که فرانک مادر فریدون از داستان آگاه میشه و زر و گوهر فراوانی برای فرزندش میفرسه. بدین گونه فرانک نه آگاه بود زین نهان، که فرزند او شد شاه شد بر جهان. که فرزند او شاه شد بر جهان، ز زها شد تخت شاهی تهی، سر آمد بر او روزگار مهی. پس آگاهی آمد ز فرخ پسر، به مادر که فرزند شد تاجور. نیایش کنان شد سر و تن بشست، به پیش جهاندار آمد نخست. پس این رفت آگاه شد و روش ایرانی ها رو میگه. این که گفتیم که در شاهنامه همباره یادآوری میکنه روش های دیگر. شاهنامه تنها تاریخ و اسطوره و افسانه نیست، روش زندگی مردم رو میگه، پوشیدنشون رو میگه، سوگواریشون رو میگه، جشنشون رو میگه. در اینجا هم میگه هنگامی که شنید رفت نیایش کنه. برای اینکه نیایش کنه سر و تن رو شست، یادتون باشه. پس این سر و تن شستن پیشینیه، پیشین داره در ایران، بیرین داره در ایران. و دیدیم که در داستان جمشید اونجا گفت که اومد گرماوه و کاخهای بلند، این چیزای بهداشتی در گذشته در تاریخ فرهنگ ما بوده. بر نهاده سرش پست بر خاک، بر همی خوان نفرین به ضحاک. و پس این نشست به ضحاک نفرین خواند و شادمانی کرد از اینکه پسرش اومد. همی آفرین خواند بر کردکار، بر آن شادمان گردش روزگار. آفرین هم ببینید فرد توشه. از آن پس هر آن کس که بودش نیاز، ببینید به چه کار میکنه. اینک این مادر آگاه شده، فرزندش پادشاه شده، ببینید چه میکنه. به داد و دهش میپردازه. چرا؟ چون برای روزی مبادا یه چیزایی نگهداری کرده، اینک اون روز گذشته.
ایران آزاد شده، باید بخشش باشه همچنان که فریدون بخشش کرد، و این باید درسی باشه. اون بانوی که از من گفت تاریخ برای چیست، بانو من در دنبالی این برنامه شاهنامه اونا خواهم گفت، دو تا برنامه دارم براتون بهتون میگم. اگر که ما اینو آویزی گوش نکنیم باز بازگشت داره تکرار میشه برای ما. میگه انگامی که اومد از داوری باز میشینه و داد و دهش میکنه، از آن پس هر آن کس که بودش نیاز همی داشت روز بد خیش راز. هر کسی که نیازمند بود و برو خودش نمی آورد و به راز نگاه میکرد، نهانش نوا کرد و کس را نگفت. این بانو فرانک رفت به اون پول داد، نوا داد و به کسی هم نگفت. ببینید میان به کسای دیگه رخت اینها رو، رختای ایرانی رستم فرانک اینا رو تنهای کسای دیگه میکنن و مردان و میگن اونا که میرفتن خانه مردم میدادن. اینها پیشینه های فرهنگ ایرانیه. نهانش نوا کرد که رو از آن پس هر آن کس که بودش نیاز همی داش روز بد خیش راز. پنهانی کسی نمیدونست نیازمنده، نهانش نوا کرد و کس را نگفت. همان راز او داشت اندر نهاف، راز اونو به هیست کسی نگفت. یکی هفته زینگونه بخشید چیز، چنان شد که درویش نشناخت نیز. یک هفته به داد و دهش و بخشش بود، به گونه که دیگه انسان درویش رو یا کسی که ندار باشه پیدا نکرد. دیگر هفته مربز را ساز کرد. هفته دوم شادی. ببینید فرهنگ داوری نکردن، داد و دهش، اینک بز مردم همه میتوانن با هم شاد باشن. دیگر هفته مر بزم را ساز کرد، بره بدره های درم باز کرد. بیا راز چون بوستان خان خیش، مهان را همی کرد مهمان خیش. در گنج ها را گشادن گرفت، نهاده همه رای دادن گرفت. پس گنج ها را هم گشود، به دیگران هم باز اینها بخشید. پس یک گونه نهانی بخشید، یک گونه آشکارا. نهانی را در آغاز کار بخشید. چرا؟ چون مردمی که ندارن باید اندازی داشته باشن، پس از اون آشکارا که اون باید نهانی باشه، چون اگر که پول کمی اومد نخست باید به اونها میومد. و اینک همه چی جامه بود، تیغ و کلاه و کمر، به هر کسی از سرداران و اینهای دیگه میبخشه. همان جامه و گوهر شاهوار، همان اسب تازی زرین فسار، اسب تازنده. زرین هم که افسار هم که میدونیم، زرین هم که امروز دونیم چرا میگیم طلا، طلایی. همان جوشن و خود و زویبون، زوبین و تیق، کلاه و گوهر هم نبودش دریق. زوبین سرنیزهای کوتاه است که روی نیزه میزنن. همه خواسته بر شتر باز کرد، پس از این اینا رو اومد بار کرد. دل پاک سوی جهاندار کرد، فرستاد نزدیک فرزند چیز. زبانی پر از آفرین داشت نیز، چون خواسته دید شاه زمین پذیرفت و برمام کرد آفرین. این چیزی که میگم در یک گفتاری که آمده بود و در رد کردن داستان جشن صدست، چیز رو نادرست دانستن که پدید آمد از دور چیزی دراز. گفتن که چرا فردوسی باید بگه چیز، چیزی که ناشناخته است میگن چیز. و حد در همون داستان هم هنگامی که میاد دیگه میگه نشد ما کشته و یکن زراز، که بعد داستانو میگیره که چگونگی راه افروختن آتش پدیدار شد. پس این چیز در شاهنامه آمده. بروی شاه زمین که فریدون باشه اینها رو پذیرفت و به شادمانی بر مادر آفرین گفت. بزرگان لشکر یا لشکر چو بشناختن، بر شهریار جهان تاختن. اونم شنیدن که شادمانی مادر اومده و برای اینها هم فرستاد که این شاه پیروز یزدان شناس. اومدن بهش گفتن این شاه پیروز و یزدان شناس، ستایش بر او را و زویت سپاس. از ستایش ما خدا رو میکنیم و تو رو سپاس میکنیم از همین کاره و از سوی اون. چون این روز روزت فزون باد بخت، بداندیشگان را نگون باد بخت. ایرانیان من بر پایه شاهنامه باور دارم که اینها به خوشبختی و بدبختی و بخت باور داشتن. به شمار فراوان در شاهنامه آمده است. تو را باد پیروزی از آسمان، مبادا به جز داد و نیکی گمان. این از آسمان میتواند هم باشد که از آسمان دست پیدا بکنی، بر آسمان تو پیروزی به اندازه بالا بره، چون پیشینه داره در اینجا. در زمانی جمشید، جمشید به آسمان پرواز کرد. اینه که میتواند به اون باشه و یا اینکه نه خدایی باشه. به هر دو گونه میتواند اینجا باشه، روشن 100% نیست، ولی میتونه از دیدگاه من هر دو باشد. ببینش این گفته تو را پیروزی از آسمان، مبادا به جز داد و نیکی گمان. و از آن پس جهان دیدگان پیش شاه، ز هر گوشه برگرفتن را، همه زر و گوهر برامیختن، به تخت سپهبد فرو ریختن. این سپهبده نه سپه بود، منتها چون این بده به کار میبریم ما همش گفتیم سپه بود.
بر روی این داستان دنباله داره که من دنبالهشو میخواهم بگذارم برای هفته آینده و بپردازیم به کار. چند تا بیت دیگه میتونم بخونم که برسیم به یک جایی، یکم دیگه میخونم براتون. بر روی مهتران و بزرگان اومدن پیشمون آفرین گذاشت پیشش گفتن و دست به آسمان برداشتن و جاوید باد و ستایش کردن. همون مهتران از همه کشورش بدان فرهی صف زده بر درش، ز یزدان همی خواندن آفرین بران تخت و تاج و کلاه و نگین. این شاهنامه چگونه کار میکنه؟ یک جاهایی که به گفته خوی خجسته اندوهبار کش میاد که رستم منم کم مماناد نام. ببینید اینجا ز یزدان همی آفرین خواندن آفرین بران تخت و تاج و کلاه و نگین، واژه ها زیاد میشه و بازی میکنه، خود واژه ها میچرخه، آهنگ میده. همه دست در برداشته به آسمان گشاده برو به نیکی زبان ها. که جاوید بادا چنین روزگار بر من بادا چنین شهریار. و زان پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشکار و نهان. پس اینک امنیت برپا شده، داد و دهش شده و زان پس به گرد جهان گشت، کاری که جمشیدم کرد. و زان پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشکار و نهان. هر آن چیز که از راه بیداد دید، هر آن بوم و بر کان نه آباد دید، به داد و با آباد شه دست زد چنان که از ره هوشیاران سزد. در شاهنامه های به اشتباه نوشته شده هر آن چیز که از راه بیداد بود، هر آن بوم و ترکان نه آباد بود، نه، این نویسنده اشتباه کرده. همان بوم و بر کان نآباد بود، این بر و تر نوشته. خب بعد دیده خب همان بوم و تر کان نآباد بود، نه بعد گفته خب پس چسبنده به اون، یا اشتباه چاپیه. هران بوم و بر کان نآباد دید، به داد و باباد شه دست بازد چنان که از ره هوشیاران سزد. ببینید اگر کار نیک میگوید میکند، ببینید از خرد و هوش میگه، میگه انسان هوشیار کار خود نیک میکنه. به داد و باباد شه دست زد چنان که از ره هوشیاران سزد. بیا راست گیتی به سان بهشت، به جای گیا سر و گلبان بکش. ز آمل سوی تمیشه، سوی تمیشه ز آمل گذر سوی تمیشه کرد، نشستن در آن نامور بیشه کرد. کجا که از جهان کوز خواهی همی، جز این نیز نامش ندانی همی. پس جهان رو آباد کرد و پس از اون سوی آمل گذشت، از آمل گذر کرد و از اونجا نشست خودش، نشیمنه خودش رو در نشست شاهی شو در جایی به نام تمیشه کرد که اون یک بیشی بزرگ و زیبایی هم داشت که از اندر آن نامور نام بیشی نامداری بود. کجا یعنی که، گفتیم در شاهنامه کجا که در بیشتر جاها بیده، کجا که جهان کوز خواهی همی، جز این نیز نامش ندانی همی. شاد و تندرست باشید. شاهنامه به پایان رسید، این بخشش. ما رسیدیم به فرستادن فرستادهی برای فرستادن کسی برای خواستگاری و یافتن همسر برای فرزندانش و جستجو در گرد جهان، خوز پشت ایران و سپس جهان آن روز. روز و روزگار بر شما خوش. تا بپردازیم به برنامه بخش دوم، گوش میدیم به یک آهنگ لوری. 40 بسیار کار ارزنده هست هنرمندان لرستان.
دیگر. گفتم که درود رو چندین بار و چندین هزار بار میتواند گفت انسان، چون از دروت به چمه تندرستی میآید و سلام یک بارش هم بسه بسند است. ما با کسی جنگ نداریم که صلح بخوایم. درود بر شما. دنبال میکنیم کاری رو که در هفته یه پیش گفتیم. امروز روزهایی هست که روزگار بسیار بسیار ویژه‌ای رو پشت سر میذاریم، بسیار ویژه تر از سالهای 1357 یا 79 ترسایی. این هستش که بسیار باید با دید باز نگاه کنیم، از برنامه هایی که برامون ریختن آموخته بشیم. بانوی گرامی، بانو شین که امروز از من پرسیدید تاریخ به چه درد میخورد، یا این برنامه رو میبینید یا روی فیسبوک نگاه خواهید کرد. دوستی گرامی، من دو تا رویداد رو در دو فاصله زمانی، در دو هنگامی زمانی برای شما میگم که ببینید چگونه کار میکنن، و امروز هم میبینید که اون توطئه ها داره از دهان کسانی در میاد. چرا در میاد؟ این نشون میده یه کارهایی داره به درستی و به خوبی پیش میره، پس باید به آنها تهمت بزنه. هر کسی کار نیچ بکند، کار خوب بکند، بهش بد میگوین و گیر میدن. و این هستش که یک زبانزد امریکایی شنیدم میگه که اتومبیلی که پاک شده هیچ آسیب نمیبینه، پاک شده تو گاراژه، تو پاک شده تو گاراژ هیچ آسیب نمیبینه. ما هیچ کدوم از ماها که کار میکنیم و کسایی که سیاسی هستن یه جای دیگه، اینها اتومبیل پاک شده نیستن، اینها کار میکنن. کسانی که تو تلویزیون هستن آزارشون میدن، زندگیشون رو میذارن، هستیشون رو میذارن، خانوادهشون رو ازش کم میذارن و میان کار میکنن و بسیار آسیب میدن، سایتاشون رو میبندن، آزارشون میدن، پشتشون میگن، تهمت میزنن. از این چیزا بسیار فراوانه. هرچه بالاتر بریم این تهمت ها بده و بدگوها هم فراوان هستن. با این روی ما به اینها نباید بپردازیم، چون انرژیمون به اون پرداخته میشه و انرژیمون از میان میره. آنچه که من از شما خواهش میکنم اینه که با چشما رو باز تاریخ رو نگاه کنیم، برای اینکه بیاموزیم تاریخ همچنان که همواره من با آگاهی رسوندم همچنان آینه اتومبیل است. ما تو آینه های اتومبیل نگاه بکنیم، پشت رو میبینیم که به پیش بریم. ما آرمان بازگشت به پیش نداریم، به پس نداریم، به پیش داریم. نمیخوایم بازگرد داشته باشیم، از گذشته فرا میگیریم. در گذشته بسیار چیزهای آموزنده داریم که همیشه میگیم، یه سری چیزها از گذشته است که همواره آموزنده است، مانند هندسه که یک فرضیه است که از یک نقطه که یک نقطه درازا پهنا بلندا نداره، یا دو نقطه میشه خط و خط درازا داره پهنا بلندا نداره، و همچی چیزهایی در جهان نیست. همه ساختمان های جهان بر پایه این هندسه بنا شده است. یا اندیشه گفتار کردار نیکی میتواند رد کنه، چند هزار سال ازش میگذره. این است که اگر چیزی کهن هست حتما بد نیست، ولی سامانه و رویدار سامانه ها دگرگونی دارن در درازای سالها، روش تازه میگیرن، مانند اتومبیل، مانند پوشیدن. اینها اتومبیل بهتر میشه، آسایشش بیشتر میشه، خونه آسایششون بیشتر میشه، رخت آسایششون بیشتر میشه، دگرگونتر میشن. همه این آینه ها هم به این گونه است. خب من میپردازم به یک توته. قتل گریبایلوف رو در گذشته آغاز کردم، اندکی میپردازم به اون، آهنگ گوش بدید، من میپردازم به یه توته دیگه درست همانند این پس از چندین دهه. گفت که در دوره ناصرالدین شاه، نادرشاه ببخشید، ایران نزدیک 100 میلیون ایرانی داشت، مردم داشت. میدونیم که پس از نادرشاه، احمدشاه عبدالی که افغانا بهش میگن احمدشاه بابا، و کریم خان زند که دو سردار نادرشاه بودن، اینا دو بخش کردن کشور رو، دو سوابق که کاش نمی‌کردن. دکتر جعفری استاد سرور پدر من میگفتن که در دانشگاه کابل یا پانتون کابل گفتگو میکردم و گفتم که اینها احمدشاه عبدالی بسیار کار بدی کرد که ایران رو دو بخش کرد. گفت همه افغان هم تو نگاه کرده بودن، عبدالحی حبیبی و همه اونجا بودن. گفتم که باید همه ایران رو یک پارچه میگرفت، همش میگرفت، چه توفیر میکرد، فرزند ایران بود. و گفت همه لب گشاده داشتن، دیدن سخن فرهنگیست و بدگویی نیست. من پیش از که اینو بپردازم، دوستان من، افغان ها رو هوا داشته باشید تو ایران. من شاید نرسم تو این برنامه بگم، روز شنبه بگم و اون سرود رو بخونم. با این رو خواهش میکنم به افغان ما، افغان مانند خانواده خودتون نگاه، که فرزند افغان فرزند من و شماست، همسر افغان خواهر من و شماست، یادمون نره. پس میپردازیم به قطع گریبایلوف. در دوره نادرشاه ما نزدیک 100 میلیون مردم داشتیم و کمپانی هند شرقی در هند بود که انگلیسی بود و اینها میخواستن ایران توان نداشته باشه، اونا دست پیدا کنه و
در زمینه بازرگانی و سیاست هم با روسیه داشته، میخواستن روسیه با ایران نسازه که اونها هم دست پیدا نکنن، عثمانی هم بود، پس ما روسیه رو داشتیم، عثمانی رو داشتیم، هند شرقی اینا داشتن. اینها در کلکایی که زدن انگیزه شدن که بین ایران در جنگ بگیره و عهدنامه یا پیماننامه گلستان بسته بشه و شهرهای بسیاری از ایران مانند گرجستان سوا بشه. این در سال 1228. اینا پس از اندکی که میگذره میبینن که 1238 یعنی پس از 10 سال ایران به اندازه تواناست که یورش میبره به عثمانی که اومده خاکش گرفته و چندین شهر از اونا پس میگیره و از سرپل زهاب از زهاب میگه تا بغدادم پیش میره. پس این میخواد یه کلکی دیگه بزنه و این کارو میکنه که بعد میبینیم که در آینده چه بیچارگی گرفتارمون میشه، که میبینیم که معاهده ترکمنچای هم پیش میاد و ما قفقاز رو از دست میدیم. سپس یکی از پس از اون باز میبینه که نه نشد، این باید باز هم آسیب برسونه به ایران، به ایران رو درکه داغون بکنه و بخشای دیگرش رو از دست بده و همواره بین روسیه و اینها جنگ باشه تا اون کار خودش رو بتواند بکنه. خب کسی هست به نام آصف الدوله اللهیارخان دولو قاجار، این دولو قاجار قوانلو دارن دولو هم دارن، این دولو قاجار یک آدم وابسته انگلیسی بود. این آدم هنگامی که همه چه آروم شده و روی اهدامی بسته شده اینا باخته اینا میاد پیش پادشاه و میگه پادشاه به من سرباز بده و من برم گنجا رو آزاد کنم، من برم شهر رو پس بگیرم. و 18,000 سپاهی و 110 عرابی توپ میگیره و میره که به جنگ بپردازه، میره میبازه باز میگرده به تبریز و پنهان میشه، که سرودی که قائم مقام سروده بود براش و در بکوهش این در هفته گذشته گفتیم و خوندیم. پس از اون است که ترکمنچه میشه و ایران آسیب زیادی میبینه. باز هم چندی میگذره و اینها میبینن که نه، ایران باز تواناست و ایران باید باز کوچکتر بشه، همچنان که هم باره در اندیششون هست. چرا؟ چون ایران توانایی های درش هست، تنها پول و نفت هم نیست. ولی دوستان میدونم که شما دارید آدمایی نوکرایی دارید، کارمندایی دارید، حتما نمیگم نوکر، کارمندایی دارید، چه انگلیسی چه ایرانی وابسته که اینا زبان ما رو گوش میدن. ببینید شما اگر ایران بشه یک شهر فرهنگش هست، فرهنگش رو چیکار میکنید؟ این فرهنگ نمیتونه از ایران بگیرید. ببینید تمام کشورهای آمریکا میکوشن فرهنگ درست کنن، با این همه تبلیغات آمریکا، ایالات متحده آمریکا یک دریای ژرف با تبلیغات آگهی ها نشون میده گودیش چند سانته. مرلین مونرو رو میخواد بکنه اسطوره، جان اف کندی رو میخواد بکنه اسطوره، رامبو رو میخواد بکنه اسطوره. نمیشه، چون اسطوره ندارید. فرهنگ پر اسطوره ایران پر توانایی است. به جای اینکه با ایران بخواید بجنگید همش کوچیکش کنید، با ایرانیان بسازید و بگذارید ایرانیان بزرگوار مانند زمان پادشاه با شما بسازن و سربلند باشن و به سربلندی جهان هم یاری برسن. بعد در این دوره میاد باید آصف الدوله رو پیش میندازن، پس از اون چون این داماد شاه بود میارن پیشش میندازن و میگن تو بیا برو یه دردسر دیگه درست بکن که یه جنگ دیگه درست بشه. خب این پس از این جنگه که مارشال پاسکوویچ اومده دیگه معاهده رو امضا کرده، عهدنامه رو امضا کرده، یادم باشه امیرکبیر هم تو امضا معاهده بوده یا عهدنامه بوده امضا کرده و اون درگیر جنگ هست با عثمانی، آغاز شده جنگ رو. و جنرال گریبایدوف وزیر مختار روس اومده توی ایران و در تهران نشسته است. یک آقا یعقوب ارمنی بوده، مال ارمنستان بوده که باز دست داده بودیم ما. این آقا یعقوب ارمنی از خواجه سرایان فتلی شاست و در دربار کار میکنه و حیف و میل مالی کرده، دزدی کرده و بدهکاره. این آصف الدوله چون تو دربار بوده از این برم نوکر بوده، میدونی وابستگان بیکانه خب هستن دیگه، هواشون هم دارن، میدونی مانند ابراهیم یزدی، ببینید هیچ کارش هم نمی کنن، هیچ کارش هم نمی کنن، میره بیرون میگن میگیریم ات برمیگردن و بسیار کسان دیگه که میشناسن یا نمیشناسن. خب این میاد آصف الدوله میره پیش این میگه که آقا یعقوب تر معاهده ترکمنچای بند 13 هم باشه یه چیزی هست که کسایی که مال ارمنستان و گرجستان میتونه پناه ببرن اونجا و تو برو اونجا، برو ارمنستان و بدهی رو نده و دولت هم بخور.
آقا یعقوب همیشه میره اونجا. خب ببینید در کنار این چه چیزایی رو میگه. آقا یعقوب میگه که به اینجا میره چون این زنای گرجی و ارمنی که به ایرانیا شوهر کرده میشافته دیگه، چون آماده شد داشته تو دربار بوده و سران کشور که زن گرجی گرفتن میده میشافته. این نام دو تا زن رو میبره که زنای همین آقای آصف الدوله الله یارخانه دولو قاجار، اینها هم میگیرن و میبرن، اینا هم میبرن سفارت. پس ببینید این یک راهش گرفت آقای مامور انگلیسی، این یک کارش گرفت. کار دوم میاد میکنه، کار دوم میشه که میاد پیش آخوند شهر، ارتجاع سرخ و سیاه، میاد پیش آخوند شهر حاج میرزا مسیح از ترابادی مجتهد مسلم تهران. آدم ساده ای بوده، آدم بدی هم نبوده، چون میبینیم در بعد پی میبره که کلاسش. میره پیش این و میره میگه که حاج خان اینها مسلمان شدن، زن ایرانیان، ما بردنشون سفارت یعنی چه؟ اینها باید بریم در بیاریم. خب حاج آقا هم خب یک سری داشته، اینها رو میاد باشون گفتگو میکنه، یک سری باورمند، یک سری اوباشرا میافتن میرن دم سفارت روسیه. ببینم اونجا مانند راهپیمایی که کردم میرن اونجا، میگن یه 100,000 تنی بودن، 100,000 تن بسیار زیاده در اون زمان دارو. میگن یه 100,000 تن اونجا میرن و گرد میان اونجا و درخواست به دریافت اونها رو میکنن و میگن زنان با خود بکشید. خب اینا میرن و در اونجا گرفتاری درست میکنن. این آقای وزیر مختار که گریبایدوف باشه جوان بوده، 30 سالش بوده، خواهرزاده جنرال باسکوویچ هست، اومده اونجا جوان بوده، شاعرم بوده، شاعر نویسنده هم بوده. این برخورد بسیار بدی میکنه، یعنی مانند یه سیاستمدار با این برخورد نمیکنه، درگیری درست میشه و تو این درگیری ها میگه بیرونشون میکنه دو پیرامون سفارت و اونها تیراندازی میکنن، یه بچه 14 ساله تهرانی و ایرانی رو میکشن. با کشتن اون، خب این آقای آصف الدوله آدم های اون تو داشته، داد میزنن که حاج آقا گفته برای کشتن این و خونبهای این بچه بریم وزیر چیزو بگیریم، اون وزیر مختار روسو بکشیم. اصلا چیزی نبوده، او آخونده هم خونه بوده. اینها شایعاتی که میگن و اینو بکنیم و میبینیم که توی این راهپیمایی امروز و تو بزن و بکوبهای همون خرداد و اینها دیدیم از این کارها کردن. خب اینها میریزن توی سفارت، 38 تن اونجا باشن و اینها میگن نزدیک 100,000 تن باشن. درگیری بالا میگیره، درگیری بالا میگیره و اینها میگیرن تیراندازی میکنن، 110 تن از اینها کشته میشه و همه اون 38 تن به جز یکی که مالسوف نایب اول سفارت کشته میشه، همه از میان میروند. آگاهی به روس میرسه و این میره که یه جنگ دیگه را بیفته. شانسی که میارن هر دو طرف اینه که مالسوف نایب اول سفارت روس همه اینا رو دیده و این پنهان شده بود. این میره اونجا و میگه که این آدم گریبایدوف نادانی کرد و دولت ایران از این برنامه آگاه نیست. این در چه سالیه؟ 1244 روز دوم شعبان. و این یه سال پس از اون ترکمنچای. خب چون اونجا درگیر عثمانی بودن، نیکولای پی میبره و باسکویچ هم پی میبره و اینها میگن که خب ما آگاه شدیم که اینجوری نیست و میدونیم که شما بیخبر شدید. با این روی باسکویچ از جپی عثمانی که جنگی با عثمانی داره برای عباس میرزا نامه دوستانه می‌نویسه. می‌دونی که سردار سپه ما یه سرلشکر یا سپه سالار ما عباس میرزا بود که در پیمان‌نامه یا عهدنامه ترکمنچای بنا می‌ذارن که خاندان پادشاهی در خانواده عباس میرزا از پدر و پسر موروثی بشه تو خانواده. خب یه نامه می‌نویسه، سه درخواست می‌کنه. یکی اینکه یکی از شاهزادگان رو برای پوزش خواهی بفرسته پیش امپراتور روس که این کار هم میکنه. دوم آقا میرزا مسیح مجتهد رو از تهران تبعید کنم. خب سوم هم یکی از اونایی که توی سفارت رفتن با آدم کشتن یکیشون رو قصاص کنن رو بکشن. دولت هر سه رو میپذیره. خسرو میرزا پسر عباس میرزا پاشو میره اونجا به سن پترزبورگ، همه شد لنینگراد و اینا هم سرکت درده. یک نفر تالش رو هم که اون روز با شمشیر خونین دیده بودنش اونا میگیرن قصاص کنش، اونو دیده بودن که شمشیر داشت بوده آدم کشت. از آقا میزه هم میخوان که چندی پاشو بره به همین بغداد و عتبات و فلان. با
ببینید باز اینجا توطئه‌گرها نمیمونن. ببینید توطئه‌گرها رو پس از اون بهتون میگم ببین چیه. اینهایی که جنگ‌های شام و صدیقی را میندازن، اینهایی که نمیذارن مردم کار بکنن، اینا یه چیزیشون لنگ میزنه. چه چیزی؟ یا اندیشه‌شون یا پیونداشون. اگر نه چرا جنگ کهنه رو ما باید برپا کنیم؟ اروپا چندین میلیون از هم دیگه کشتن، امروز همه یکسان شدن، پول یکسان دارن. چرا ما باید اونجا هنوز جنگ حیدری نعمتی داشته باشیم؟ خب این آقا باز بیکار نمیمونه که میبینی که کار درست شد، این چون شد جنگ نشد فلان. یک سری از اینهایی که دارن میفرستن با سر و صدا و آگهی و بند و بساط پیش آجا، آجا هم نری شما. ناگفته نذارم که اونها رو به سفارت که ریختن پیش از که درگیری بشه، اون آقای ارمنی رو، آقای یعقوب ارمنی و دوتا زن رو گیرگایدوف میفرسته بیرون که آروم بشه. مردم آقای یعقوب تیکه تیکه میکنن، زنا رو نمیکنن، زنا رو میرن میدن دست آجاقا. چرا؟ چون آجاقا دنبالش بوده و آقا هم بوده و این وا اسلاما هست نه وا ایرانا، یادتو باشه ها. چون زنا مسلمان شدن نمیکشنشون، آقا یعقوب چون مسلمان نیست ارمنیه تیکه تیکش میکنن. این وا اسلاما در برابر وا ایرانا همواره ایستاده، به دست اینا، نه اینکه اینجوری هست، به دست اینا در اون رخ داده تو کشور ما. آقای آصف الدوله علایار خان دولو قاجار یا قاجار دولو که یکی هم ایشون اینا رو میفرسته پیش آجا، آجا شما نرید، اینا میخوان تا از شما دروازه بیر بیرون تحویلتون بدن، بفرستن تون سن پترزبورگ و بکشن پدرتون در بیارن. شیخ اینجا دیگه با خوشی به خرج میده و به گفته خیلی خیلی عامیانه دوزاریش میافته. اونجا تلفن نبوده که دوزاری بمیزن توش، به هر روی آگاه میشه با رخت دگرگون شبانه میره و این از شهر خارج میشه و همه داستان با آرامش به سر میرسه. گرچه آصف الدوله پس از اون نشد، باز رفت حاکم خراسان شد با درگیری های فراوان، میخواست که انگلیس ها پشتش بودن که حاکم خراسان بشه و جاهای دیگر رو بهش بچرخونن و حتی پسرش رو حسن خانه سالار رو میخواست که پادشاه اون منطقه بکنه. به این گونه کار میکرد و کلک و نیرنگ و دسیسه چید و آقای بزرگ و مقام بزرگ رو از میان بردن، کشتن، دسیسه چید که اون رو کشتن. و پس از اون میبینیم که میرزا طی‌خان امیر کبیر فراهانی که اینا هر دو فراهانی بودن، فراهانی بزرگ این هم امیر کبیر بزرگه، میاید و میفرستد به بازوی توانای سلطان مراد میرزای حسن سلطنه سالار و اعوانش رو کشته میکشن. آصف الدوله رو باز در میبرند و میره به حجاز و عراق متوالی میشه، فراری میشه و این خیانتاش در اونجا میماند و اونجا بهش رسیدگی میکنند. این وادی تاریخی یادتون باشه، در 1244 هجری چیز محشیدیه قمریه. ما گوش میدیم به وطنم وطنم تا بپردازیم به یه بخش رویداد دیگه.
شنو سوز سخنم که هم آواز تو منم همه جان و تنم وطنم وطنم همه بارک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش و رغم زنم ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان ز سلامت ایران جوان بشنو سوز سخنم که نواگر این شبنم باز هم درود، همچنان که دروت از تندرستی می آید درود و درود و درود و هزاران درود بر شما. خب اون توطئه رو من براتون گفتم، توطئه کشته شدن گریبایدوف. اینک با چند دهه یا صد و خورده سال گذشته یک توطئه جهانی که درگیری بین جهان غرب و جهان کمونیسم درگیری و اینجا شاه ایران و حیثیت و آبروی ایران و پادشاهش به آسیب میفته و پس از 42 سال این رویداد در سال 1967 در 2009 ترسایی میلادی در کتابی که دو پژوهشگر آلمانی که یکیشون هوبرتوسه اینو در کتابشون می نویسن و روشن می کنن که دانشجویی به نام بنوزارا 22 ساله که در اون تظاهرات کشته شد و در اون تظاهرات آقای گشنر که امروز وزیر شد و داماد ایرانه با چپی لبنانی و یاسر عرفاتی اونجا بودند امروز دست راستی شدن و میلیونر شدن، اون روز از کمونیسم دفاع میکردن و پشتیبانی میکردن، پی بردن پس از 42 سال که یک پلیسی به نام کارل هانس کوراس پلیس آلمانی اونو کشته و دستی هم کشته و اون مامور آلمان شرقی بوده چون آفتاب روی ابر نمیماند. من هم اینو براتون میگم که آشنا بشید باش، هم از آقای بهمن نیرومندی بهمن نیرومند و هم از آقای خانبابا تهرانی که دبیران کنفدراسیون بودن در اون دوره خواهش میکنم ازشون برای روشن شدن روان تاریخ، همچنان که دکتر میرفتروس و کسان دیگر میگویند که تاریخ را باید دوباره نوشت، خواهش بکنم اینها رو هم روشن بکنم برای مردم. امروز که کتاب در اومده بیان بگن اون دوست گرامی که در دشتی آلمانی میاد یه نوشته میاره دستکاری میکنه میگه خب دوست من تا شما هم که تو کنفدراسیون بودی، من نمیخوام که نامهای شما رو بگم چه بهتون میگفتن چه نمی، من کار من نیست، کار من فرهنگیه. کار فرهنگی اینجاست که ما امروز دست به دست هم بدیم، آشتی بکنیم. شما اگر یه هواداراتون به گوسوی کسی دیگه میره اینجا لجبازی نکنین، کشور است در آسیب و خطر است، میتواند در دست برود. خود بچه های چپ و کنفدراسیون صداشون در اومده از دست این کارا، خواهش میکنم روشنگری بکنید. در سال 1967 شاه و شهبانو برای سفری که میخوان برن ازشون خواسته میشه بنا به گفته امیردستان افشار که بیان به برلین یه اپرای بسیار خوبه ببینن، سر را برن. هیچ برنامه ریزی نداشتن. دولت آلمان هم بنا به گفته امیردستان افشار و کار ارزنده آقای استاد دکتر میرفتروس که این کار سامان بخشیده در اونجا نوشته شد که نمیخواستن به دولت آلمان هم پیشواز زیادی نمیخواد بکنه، دوست نداره بیان چون میدونه که یک چیزایی داره رخ میده و این همزمان بود، یعنی این برنامه ریزیه که شده بوده واسه شاه نشده بوده، اینا میخواستن یک کاری بکنن، انگیزه میشه شاه اینجا توی چیز میشه توته میفته. خب ایشون پا میشه میره و میرن به سالن اپرا و پس از اون میگن که چماق به دستهای ساواک، هم چیزی نبوده. کسانی از ایرانی ها میرفتن خب شنیدن شاه اومده میخواد به اپرا میرن میبینن توی این کشور هم اینجوریه. با جشنای تاجگذاری رو ببینید، این کشور چند صد میلیون خرج کرد و مردم شاد بودن. همین انگلیس برای یه جشنش 2,400,000 دلار خرج کرد، 2,400,000 پس از اون نمیدونه چی بکنه، همه چی از بین رفت، در حالی که همین جشنای تاجگذاری 400 میلیون در ایران خرج شد. 400 میلیون دلار اون روز امروز نیستن، 400 میلیون دلار یعنی زده 6 و 8 یعنی 7 به هر روی که گمان میکنم 400 تا شاید 400,000 دلار بوده، 400,000 دلار بوده ببخشید،
400 میلیون نبود ببخشید 400 هزار دلار یعنی چند میلیون. خب بر خب پادشاه میره اونجا با ملکه ثریا همسرشونه درگیری میشه ببخشید با شهبانو فرح میرن اونجا 1346 چون خود شاهزاده 1339 به جهان اومده. از آلمانی اگر میپرسیدی شاه ایران کیه میگفتن همسر ملکه ثریاست، چیز دیگه اونا نمیدونن. منتها اونا همه دانشجویان چپن با سرمایه‌داری میخوان بجنگن، اوجی شورش هاست و سرصداها و اینکم اینهای دانشجوها رو با خرجی که شده و اینا همه روشن شده امروز از اروپای شرقی و جاهای دیگه اروپا میارن در اونجا که سرصدا بکنن و بخوره به این جریان. در این میان توی سرصداها پلیسی با نام هانس کراس شلیک میکنه و یه جوانو میکشه، جوان 22 ساله دانشجو. خب میان با این گفتگو میکنن، این جورا جور میگه، یه بار میگه که دستم همینجوری رفت رو ماشا، یه بار میگه من ترسیدم اینا بیان برلینو بگیرن و هم بزنن و اینا رو کشتم و جاهای دیگه اومدن گفتن که چماقدارا به اون حمله کردن و از این داستانا. بروی این تهمتی که به شاه زدن در اون روز اینجوری بود و کار گذشت. پس از 42 سال سنت ها اومد بیرون و روشن شد که کارل هانس کراس که 22 ساله بوده از آلمان غربی بیره آلمان شرقی، شکل شکفتنگ عزیزی همه از اون و می اومدن اینجا، چون همچنان که دیوار کشیده بودن سفیر ایران به گفته امیر اسلان اشار از شاه میخواد که بیا هم اپرا رو بیا هم دیوار برلین رو ببین که برلین یا برلین رو دیوار کشتن ببین چه جوری شده اینا، و این دیوار کشیده بودن. این جوان از این بر میرفته اون بر، چون این دنیا اینا میتونستن برن اون بر. برادر خانم من تو آلمان بوده میرفته اونجا و باور کنید ببخشید که من اینو میگم، برادر خانم من میگفتش که از برلین که میرفتیم برلین شرقی با یک کیسه از این کیسه هایی که تو پلا فروشگاه ها میدن دیدار میکردیم با دوشیزگانی، برای یک کیسه دیدار میکردن با پسرای این بر. برو این جوان 22 ساله که هست پا میشه میره در آلمان شرقی و نشون میده که میخواد از اونا باشه و از اونا میشه و اونا میبینن این نه خیلی وابسته کمونیسم و خیلی چیزه و شمال آلمان غربی هم هست، میگیرن و در آلمان به استخدام خودشون در میارن، کار بهش میدن، پلیس میشه. پس از چندی میبینن این بهتره بفرستنش اون بر. کی؟ پلیس امنیتی اشتازی که FED بهش میگفتن. خب اینا میفرستنش آلمان غربی و اون کسای زیادی هم اونجا داشتن که پنگام که آلمان ریخته شد، دیوار ریخته شد، اونا چیز همه سندها اومد بیرون، کسایی که اونجا داشتن اینا آوردن استخدام کردن در پلیس و این شخص اونجا به اون آدم دستی درست کرد، هر جمعه جیه که درست کرده بودن یا آقای گشنر هم که چپی اگال یا چپی چیز مینداختن و امروز دیگه دست راستی خیلی میلیونر شدن اونجا بودن و در اون هنگام بود که خواننده گروه بیتلز هم برای اونها دانشجوان میخوندن و از این داستان ها بود و پادشاه ما رو بد میخوندن و از این چیزا. پس اینو نگاه بکنید که دسیسی جهانی چگونه است. من یه چیزی هم بهتون بگم، اون موقع متحدین یعنی اتحاد جماهیر شوروی و قوای ورشو اونا بودن، متفقیم کشورهای مانند امریکا، آلمان، فرانسه و انگلیس، اینا هر دو با هم سرشاخ شده بودن. این سرشاخ شدنشون یک سری اینجوری رویدادها داشت که این رویدادش به گردن پادشاه ما افتاد و من با فروتنی از آقای خانبابا تهرانی و آقای بهمن نیرومند خواهش میکنم اینها رو روشن بکنم. شده، گذشته، نه اینکه کینه بشه و مردمم اینها به اینا توهین نکنن، خواهش میکنم به ایران بیاندیشیم، به هیچی جز این نباشه، تنها برای روشن شدن تاریخ و برای اینکه اون منه چیز خودخواهمون رو بذاریم کنار، اینها رو روشن کنیم و برای مردم بگیم. مجله اشتر و اشپیگل مانند علی میفتروس که باور داره میگه تاریخ رو باید دوباره نوشت، زیرا 42 سال مجله اشتر و اشپیگل میگه زیرا 42 سال به مردم گروف دروغ گفتن و معتقدن باور کردن دولت آلمان به خاطر آزادی کارل هانس کراس در 1967 میلادی و تهمت هایی که به محمد رضا شاه زده باید از خاندان پهلوی عذرخواهی بکند. دوستانی که آلمانی میدونی اینها را هم بگید، چون این عذرخواهی از خاندان پهلوی، عذرخواهی از ایران است و همه اینهایی رو که من گفتم
همه اینهایی که گفتم برای ایجاد دشمنی نیست. من یه عکسم فرستاده بودم، خواهش میکنم سیاوش گرامی کارگردان گرامی برنامه اون نگاره و عکسی رو که نشون میده اون دانشجوی کشته شده آلمانی در کنار گمان میکنم یه فلکس واگن اونجا باشه، اینو پخش بکنه که ما ببینیم و من روی اون گفتگو میکنم. دو عکس فرستادم، یکیش این است، خواهش میکنم این پخش بشه. یک لحظه اگه اجازه بدید شما سوال. خواهش میکنم. باز هم آقای بهمن نیرومند، جناب خان بابا تهرانی، خواهش میکنم اینو روشن بکنید. اگرم روشن نکردن، خواهش میکنم از مردم مبادا به این آقایان توهین بشود، مبادا در برنامه به اینها بد گفته شود. اینا نه، مردم تنها آگاه باشن، تنها بدونن که ما مردم در اون زمان ما جوانتر از شما بودیم، ولی خب گمان میکردیم دانشجویانمون در خارج هستن دیگه و آموزگارانمون چیزهای دیگه به ما میگفتن. اینها روشن کنیم برای اینکه روان خودتون روشن باشه، همین و نه جز این. هیچ کار دیگه ما نباید بکنیم، هیچ بهره برداری دیگری از اینها نمیخوایم بکنیم. ما همزمان و پس از این دیدن این نگار یا عکس از این جوانی که کشته شد و خونبهایش آبروریزی برای کشور ایران بود و خاندان پادشاهی ایران، کاری را از علی میفتوس پخش میکنیم به نام آخری شعر که به مردم میگفت نه نه نه، این شعاهای روشن آفتاب نیست. دوستی گفته بود و نوشته بود که آقای علی میفتوس در برنامه منی که دیده بود برای من پیام فرستاده بود که آقای علی میفتوس در سال 57 کجا بود. آقای علی میفتوس این سرود رو در سال 57 نوشت و همین آقای علی میفتوس رو روشنفکرای ما سانسور کردن و در شبهای شعر انستیتو گوته که بهش میگفتن خوشه، کتاب بنام خوشه در اومد، آقای میفتوس رو راه ندادن که شعرش رو بخونه، سانسورش کردن. این استش که آقای میفتوس اگر دوست داریم برای راستگویی، برای توانایی و برای درست پنداریست که در خانه کوچک زندگی میکند و خودش را بزرگ نگه میدارد و امروز نامش بر زبان همگان است. درود بر علی میفتوس. در باره درفش کاویانم از من پرسیده بودید، گفتم بازم براتون در برنامه های آینده میگم. من چشم را هم که این پخش بشه و میتواند همزمان با پخش سرود علی میفتوس آخرین شعر اون هم نشون داده بشه که میبینیم این جوانیه که بر روی زمین افتاده. و من تا گفتار دنباله و آمدن و گفتگوی دیگر چشمراه پخش علی میفتوس آخرین شعر میشم هم از علی میفتوس. دیسان در شدت شاد باور مردم پارو کشیده است. این را خروزهای روشن بیداری خونکا خلاه شعلور عشق می گویند. این منشورهای منتشر آفتاب نیست، کتیبه کهنه تاریکیست که ترس و تازیانه و تسلیم را تفسیر می کند. آوازهای سبز شکاوک نیست،
این زوزه های کوزه تازی هاست از فصل های کتاب سوزان و از شهر های تهاج و متاراج می آیند. این را سرود های سوخته در باران می گویند. خلیفه 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 چشم و چراغ تو روشن باد، اخلاف لاف تو اینک در خرقه های توبه و تصویر با مشتی از استدلال های لال حلاج دیگری را بردار میبرند. خلیفه خلیفه چشم و چراغ تو روشن باد. در عمق این فریب مسلم، در عمق این فریب مسلم، در گرد باد دین و دغا باید از شعله و شقایق و شمشیر رنگین کمانی برافرازم. درودی دیگر و درود به علی میرفتروز و کارهای ارزندهش و کتابش که بسیار بسیار هواخواه پیدا کرده است و امیدوارم هر چیز زودتر تلویزیون آریایی در دسترس دیگران بگذارد. و سپاس میگذارم به همه آنهایی که به فرهنگ ایران و به مردم ایران و به مردم جهان و مهر میبرزن. آگهی به من دست من رسیده، من بخواستم درباره یک داستان که از آقای نادر به دست من رسیده، هر سال دوست راستین و دو سال دشمن دروغین یا مجازی یا مجازی یا دروغین براتون گفته بکنم. اینو روز شنبه براتون میگم چون نمیخوام به تندی از این بگذرم، بسیار اندیشه برانگیزه. درباره افغان ها روز شنبه با شما گفته بکنم خواهم کرد، چون میخوام چند سرود افغانی هم پخش بکنم، افغان هم پخش کنم یا افغانی هم میشود گفت، چون افغان هنگامی که مردم افغانستان رو میگیم اینها، افغان یا افغون یعنی پشتو، افغانی پول افغان است. ولی اگر یک چیزی به نسبت پیدا کنه رخت افغانی میتونیم بگیم افغانی، ولی خود مردم افغانستان و مردم افغان نمیتونیم بگیم افغانی، اینا افغانه. این یه تیره که اشتباه هم دارم میگم، برای نمونه هزاره را بهش میگن افغان، بدخشانی را میگن افغان، در حالی که افغان تنها پشتو هستن. به هر حال امروز برای افغانی که در افغانستان به کار میره افغان به کار میره نه افغانستان. به هر حال دوستان چند تا سرود از افغان ها و شاید پشتو پخش کنم و شاید اردو و سرودهاشون رو بخونم. آگهی به دست ما رسید درباره 18 تیر. میدونیم که 18 تیر چند رویداد بزرگه. یکی افسران بسیار بسیار جانپرکف، استوارها، سربازها، ارتشیان درجه نگین، اینها با پهلوانی هرچی تمامتر، باور نکردنی، اینها
جان دادند که کشور ما را بلکه بتوانند آزاد کنند، که با خیانتی که شد از حزب توده، آقای بنی صدر و دیگران، کسان زیادی در آنجا کشته شدند که از آن میان بودند، کسایی که دیگه گمان میکنم امروز همه میشناسیم با، یعنی نامشون بر همه پوشیده است. یکی اونها بوده که قیام دانشجویانمون بود، حماسه آفرینان 18 تیر رو که یادمون هست که کیا بودن و گمان میکنم دیگه همه به یاد داریم، مانند آقای محققی، تیمسار محققی و بسیاری افسرهای دیگه که شاید در برنامه دیگه اگه نیاز شد نام همشون رو ببرم، چون اینا نزدیک 2300 تا بودن و پسرمون یکی از دوستای من هم در میان اینها بود. من نمیخوام تنها نام چند تره کم رو به کار ببرم، به نمایندگیشون مانند تیمسار محققی اشاره کردم. اینا افسران جان برکفی که در سال 1359 جان دادن برای آزادی و نتوانستن به سبب خیانت که شد و لو رفتنشون آزاد بکنن. پس این دو انگیزه دانشجوی و اون پیامی اومد. 18 تیر فرا می‌رسد. در چنین روزی خفاشان شبگرد نرگس‌های شالیزار میهن را به خاک انداختند و سینه‌های سرشار از عشقشان به مردم و قلب‌های آکنده از مهر میهن را که سرود جوانان رساترین زنده باد آزادی بود نابود باد جمهوری اسلامی، که سرود سرودخوانان رساترین فریاد زنده باد آزادی نابود باد جمهوری اسلامی و مرگ بر استبداد را سر می‌دادند، به طناب دار سپردن و از فراز بام ها به سنگ فرش خیابان ها پرتاب کردند و یا آنها را در بند دیوان جمهوری ان ایرانی اسلامی به اسارت در آوردن. این آگهی از انجمن فرهنگ ایران. برای این واپایه اینها یک یادبودی دارند در میدان گوستاف آدولف در شهر گوتنبرگ. در میدان گوستاف آدولف در شهر گوتنبرگ روز 8 ماه یونی از ساعت 16 به هنگامی سوئد، اگر نیازی هست می توانید پیوند داشته باشید با کاوه زرین خامه و در این باره گفتگو بکنید. این چیزی هست که به دست من رسیده. درباره اون، درباره درفش کاویان در برنامه آینده براتون گفتگو میکنم. من برنامه رو امروز کوتاه‌تر میخوام بکنم، برنامه رو پیشکش میکنم به همه سردارانی که در 18 تیر ما در سال 57 اون دلاور مردانی که مانند رحیمی، مانند خسروداد جان دادن برای کشور و خواستن ایرانشان سرفراز بمونه، تیر نگشودن به سوی مردم، میتوانستن. اون ارتش دلیر که همسایه من کاظم از افسران سوری بود که آمده بود اینجا پناه آورده بود و امروز رفته قاهره و در قاهره اینجا به هم خورده دور برمیگرده، این به من گفت که چه کردید شما؟ شما پنجمین ارتش بزرگ جهان داشتید از کشور سوریه که تازه با ایران خوب نبود. اون ارتش جوان و قوی و توانا میتوانست بسیار خوشدار بکند و شاه بماند. شاه نخواست، آنها هم گوش دادن به شاه و بسیار کار ارزنده کردن، چون اگه بسیار گرفتاری همون بیشتر میشد. بهتر که آبروی پادشاه همون مان، آبروی خاندانشان مان و کشور هم داره به آزادی که در خورشه و 100 سال براش کوشیده، که در زمانهای پادشاهان پهلوی به بخش بسیار بسیار بزرگش به گفتی مسکوب رسید که امنیت و مدرنیته بود و آزادی سیاسی هم داشت به دست می آمد. اندک اندک ما از پلکانش بالا می رفتیم، ولی آزادی میهن فروشی نه. این هستش که امروزی داره مردم چشمشون آگاه میشه و همه رو به دست میاریم. برنامه رو پیشکش میکنم به همه اونها، به همه دانشجوی 18 تیوی، به همه آنهایی که امروز در بندن، به همه آنهایی که در خیابانهای تهران و بیرون از کشور در هر رختی کوشش میکنن. باز هم به آقای نیرومند، بهمن نیرومند و خان بابای تهرانی درود میفرستم و خواهش میکنم این برنامه رو اینها هم روشن کنن، از کتابی روشن شده با سکوت سپری نکنن. درباره رویدادهای درباره افغانها گفتگو خواهم کرد. خدا نگهدار میگم با پیشکش برنامه به افسران پادگاه شاهرخی و دانشجویان ایرانی. ترانه ایران ایران هم پخش میشود و سپس پایان برنامه با سرود ای ایران و سرود آغازین و پایانی برنامه. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار. روز شنبه برنامه شماره 32. ایران ایرانم، ایرانم که اختیارم، این جانم جانم بدارم، میخوانم پایان بباری ایران. ایران ایرانم.
انگیزه آگهی دادن من دوباره چهره گشودم و با شما گفتگو کردم. برنامه روز شنبه ما از ساعت 3 به هنگام کالیفرنیا به 2 جایگزین شد و جابجا شد. پس در اروپا ساعت 11 شب و در ایران 1:30 بامداد خواهد بود، یعنی 1 ساعت پیش کشیده شد.
از رامین زمانی که آهنگ این ایران ایران رو ساخته بود سپاسگزارم و همه سرایندگان و خوانندگانشون. درود بر هیلا صدیقی که در این میان چهرهش پخش شد. درود میگم به همه خواهران و برادران افغانم و به همه ایرانیانی که بردوارن و آنها رو داری میکنن. درود میفرستم به آنهایی که در سامانی فیسبوک پرده هایی رو باز کردن، جایهایی رو باز کردن برای پشتیبانی از جوانان افغان، خانواده های افغان و هممیهنان فرهنگی ما. بدرود تا درودی دیگر. شاد و تندرست باشید. آب و خاک و مهر تو سرشته شد گلم.